خیلی خوشحالم که اصلا با شما آشنا شدم. به نظر من هنجنسی اثر هنری بود. شما یه خواننده بزرگ هستی. شما خواننده هستی که ما تازه شما رو کشف کردیم. به نظرم موسیقی دیگه 20% ماجرا بود. ما که سر 50 تا با هم می‌جنگیدیم اونقدر با هم دشمنی نداشتیم که داورا بینشون شده بود. و این متاسفانه این بچه‌ها کشیده شد. من یه بار شخصا یادم میاد که روحانی که جواب سلام من نمیداد، من به شهرام وایساده بودیم جلوی اتاق گرین، یکی از اتاق اومد بیرون، گرفت ما دو تا رو دید، هول شد و فقط به من سلام داد و رفت. فقط به خاطر اینکه مثلا شهرام یه جوری مثلا نمیدونم بچزونه، یه ذره بچه بازی بود، قشنگ نبود، نمیدونم. این حرفا رو تا حالا هم به کسی نگفتم. اگر جای روحانی یک داور دیگه ای نشسته بود قطعا خیلی صعب از میشد. مخصوصا ما که میخوندیم گروه شهرام، نفر اول روحانی نظر میداد. شما برید نگاه کنید، هیچ وقت نشده که روحانی بگه بعد اون یکی بگم خوبه. هرچی روحانی میگفت اون یکی ها همین رو تکرار میکرد. روحانی 3 هفته قبل از فینال گفت من تضمین میکنم پانیدا و امین و امیرحسین میرسن فینال. خب این حرف قشنگی نبود و خیلی غیر حرفه‌ای بود. احساس برد میکردن. حتی شبش هم رها و بابک سعیدی و که شبش توی رستوران ایتالی چارتایی رفته بودن شام و به حالت پیروزمندانه ببینیم منو میکشیندن داورت اتاقشون که پشت سر شهرام پیش من حرف میزدن و من همه اینا رو به تنهایی هندل کردم. یکم برام سخت بود. مثلا خب بالاخره من رو شهرام تأسف داشتم، هنوز هم دارم، عاشق اون صداقتشم. بابک سعیدی ببینید یکی از بازنده های استیج بود به نظر من، چون شما وقتی که مثلا مهران آتش که فامیلته، من همیشه میگم دو جا در دنیا نمیشه دروغ گفت، اینجا پشت مایکروفونه. اینجور هنگه همه چی آرومه برات انتخاب شده. میشه یه کوچولو سو برام اولش بده؟ نظرت چیه؟ یه خود تو شعرش مشکل دارم ولی خب درستش میکنه. مهران خوب میخونه، منتها امکان داره چیزایی باشه که بتونه اینجا خیلی توش پیشرفت کنه. من همیشه میگم دو جا در دنیا نمیشه دروغ گفت، اینجا پشت مایکروفونه، یکی جلو دوربینه. امین ها رو که دوستان همین نویسن توضیح بده. نوشتم که آره خیلی خوشحال میشم این شماره رو یه بارم تلفنی بکنم هر صدیم. یه جواب بده دیگه، جواب بده و تموم شد دیگه، اصلا تماس کاری انجام نشد. آقای بابک سعیدی چند تا آهنگاشو داره آهنگسازی میکنه. همه چی آرومه برات انتخاب شده. میشه یه کوچولوشو برام بگی؟ اولشو بلدم. همه چی آرومه جونم بابک سعیدی. همیشه میگم دو جا در دنیا نمیشه دروغ گفت، اینجا پشت مایکروفونه، یکی جلو دوربینه. که میاد بهونه بود میکنیم نمیشناسم، مثلا یه بدیم ندیم. ببینم دیدی چه اون قسمتش بود. شما حساب کن بچهای گروه بابک سعیدی همشون سه تاشون بچهای لندن بودن و یکیشون هم که پانیدو مال هلند بود اونم بعداً کاشف عمل اومد که با برادر بابک سعیدی آشناییت داره. میدونی غیر از اینکه نیمکت رو قبلا چیده، یه روز یادم یکی از مهمونای من و اینا، از خودتون میدونید از این سر لندن تا اون سر لندن چقدر راه، بنده خدا با مترو از تاتنهام اومده و برگردوندن نشوندن. بعد بچهای خود اتاق خبر میومدن گروه بابک سعیدی رو تشریف میکردن، دستا قطع نمیشد. روزهای آخر استیج یک بار من یادمه سر میز ناهار که توی سالن من و تو بود، من و شهرام جدا نشستیم ناهار خوردیم سر میز، همه گروه و اکیپ و فیلمبردار و کارد و نمیدونم تهیه کننده همه سر یه میز بودن. یعنی اصلا من یعنی دیدم شهرام تنهاست رفتم پلوش. بچه ها به شهرام فوش میدادن، رسما پیش من فوش خواهر مادر میدادن به شهرام. یه هرگز من اینو به شهرام نگفتم، رسما پیش من فوش خواهر مادر میدادن به شهرام. هرگز من اینو به شهرام نگفتم. روز آخری که سرماز هست شده بود روحانی بهش گفته بود تو امروز میری. اگر یه بنا به دلایلی از یکی خوششون نمیومد، یه جوری نشونشون دادن که دی ازش دیو میساختن. فکر میکردم که میام بیرون از ایران
و حمایت میشم و درست اتفاق برعکسش افتاد. من اینجوری فکر میکردم که اونجا مهم صداست، مهم لباسی که من میپوشم یا چقدر لباسم باز باشه یا چقدر بسته باشه، مهم اینا نیست. در صورتی که تو اون زمانی که اونجا بودم احساس کردم که اصلا کاملا من اشتباه فکر میکردم، داستان چیز دیگه یه، انگار من اگر صدا رو بذارم کنار و به مسائل دیگه بپردازم بهتره. نمیخوام برای خودم درد سر درست بکنم، نمیتونم بیام مستقیم بگم که چه مسائلی بود که باعث شد که اصلا به اینجا ختم بشه. انقدر از لحاظ روحی به هم ریخته بودم که تا ماها تو اتاقم در بسته بودم. لحاظ روحی بسیار بسیار من اذیت شدم، بسیار ضربه دیدم. بعد از اون اتفاق برای من بلیت برگشت به تورنتو گرفتن. من این بلیتو خودم عوض کردم و 14 روز اضافه تر موندم تو لندن، که حالا چقدر به من تلفن‌هایی میشد، پیغامایی من میگرفتم که بسیار بر من استرس زا بود که چرا تو اینجا موندی. اصلا به هر حال تهدید بود توش. تو جامعه ما اعتراض معنایی نداره، همه باید سرشون رو بندازن پایین، بگن چشم، راه خودشونو برن. دلیل نمیشه که بیان منو یک طرفه بکوبن، در صورت که من دسترسی هم حتی به میدیا ندارم. میدیا که منظورم دسترسی به اون تلویزیون ندارم که بیام از خودم دفاع کنم. بعد بیان یه طرفه شروع کنن مسخره کردن یا هر چیزی. اعتقادی ندارم که اگه من برم اونجا، اگر انتقادی هم بخوام از کسی بکنم، اولا پخش بشه یا جوری ادیت بشه که اون حرفای من انتقال داده بشه. سلماز براتون آهنگ پیشکش رو از ساخته های استاد شمایزاده اجرا. به پای تو بریزم اولش بکنم. بله اولش رو میدونم، انتهاش هم میدونم، فقط میخواستم که به من این فرصت رو بدن که یه صحبتی بکنم که این فرصت داده نشد و فکر میکنم الان میتونم صحبت کنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من به خاطر مسائلی که پشت پرده داره اتفاق میفته ترجیح میدم از این شو خدافظی کنم. اوکی. و سلماز جان هنرم رو حفظ کنم. اوکی مرسی. پس نمیخونیم برای من؟ نه. متاسف. به افتخار سلماز. بفرمایید. سلماز جان. نه سلماز داره میره. من یادم بود سلماز زیاد حال خوبی نداشت. روزی که اصلا حرف نمیزد با کسی. وقتی که قرار بود بریم برای اعلام نتایج. من حال سلماز اون روز اصلا یه حال دیگه ای بود. اونجا اون حرف رو زد دیدید که رهای نذاشت ادامه بده. ما هم دیگه سلماز رو ندیدیم بعدش، تا من که اومدم کانادا و دیدمش تو خونه‌ش. روحانی آدم سلامتی نبود. اینو من چند مورد دیدم از بچه‌های گروه خودش هم یه چند تا مورد شنیدم. آدم سالمی نبود، نرمال نبود. شوهر داره، بالاخره یه سری بحثا هم نمیتونه مطرح. به نظر من خیلی آدم قوی بود که نشکست زیر این همه فشار. روحانی آدم سلامتی نبود. شوهر داره، یه سری بحثا هم نمیتونه مطرح. خیلی آدم قوی بود که نشکست.